سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز قراره با هم آموزش این گل زیبا رو داشته باشیم که میتونید سر سفره هفت سینتون ازش استفاده بکنید. اما قبل از دیدن این آموزش، اگر تا الان عضو کانال من نبودید، حتما دکمه سابسکرایب رو این قسمت فعال بکنید که من هر هفته با آموزش های جذابی در خدمتتون هستم. پس بریم که با هم بی معطلی این گلدون زیبا رو با هم ببافیم. برای بافت این گلدون من از قلاب شماره 4 استفاده می کنم و ضخامت نخم هم به این صورت هست. در ابتدای کار یک حلقه جادویی می زنم. داخل این حلقه جادویی رو من باید با 7 پایه کوتاه پر کنم. منتها یه تک زنجیره می زنم که این حساب نیست، بابت گره این قسمت حلقه جادوییم هست. پس از اینجا حساب میشه. 1 2 3 4 5 6 7 7 پایه کوتاه. میام به اولین پایه کوتاه. من اینجا دیگه بس نمیزنم. میخوام دور بزنم. پس میام داخل هر کدوم من باید 2 تا پایه کوتاه بزنم. پس میام این قسمت 2 تا پایه کوتاه. پس داخل هر کدوم من 2 تا پایه کوتاه میزنم. 1 و 2. دوباره میام داخل بعدی. 1 و 2. به همین ترتیب افزایشم رو انجام میدم و تعداد دونه های من به 14 تا میرسه. خب من به ابتدای کار رسیدم. میام برای رجسته باید 1 دونه پایه به صورت تکی ببافم. و بعدی رو من باید 2 تا ببافم. پس 1 و 2. دوباره 1 دونه به صورت تکی، بعدی 2 تا. دوباره 1 دونه به صورت تکی و بعدی افزایش، یعنی باید 2 تا بافته بشه. پس تا انتها به همین شکل می بافم. من به انتهای رج رسیدم. اگر کارتون درست باشه در آخری باید 2 تا داشته باشیم. رج بعد این بار باید 2 تا ببافیم و بعد افزایش. منتها چون 2 زوج هستش، 1 دونه این قسمت می بافم، 1 دونه این آخر که با هم میشه 2 تا. پس فقط قسمت اولش، اول 1 پایه و بعد افزایش، یعنی 1، دوباره داخل همین 2. میام داخل بعدی 1، داخل بعدی 2. حالا 2 تا می بافم، یعنی افزایش. دوباره 2 تا، 1 2، و بعدی افزایش. تا انتهای کار به همین شکل می بافم. خب در انتهای رنج من باید 1 دونه پایه کوتاه ببافم که با این پایه کوتاه این قسمت میشه 2 تا و بعد در خونه بعدی افزایش داشتیم. رج بعد ما باید این بار 3 تا ببافیم. پس 3 تا پایه کوتاه باید بافته بشه.
دو بسته و حالا افزایش. یک و دو. در بعدی دوباره سه تا. یک به صورت تکی، دو و سه. خونه بعدی باید دو تا بافته بشه. یک و دو. دوباره یک، دو، سه و دوباره افزایش. و در این رشت تعدادونه های ما به 35 تا میرسه. برای رج بعد ما دیگه اینجا تا سه تا برامون این کافی هستش. از اینجا به بعد من میخوام دیواره کارم رو ببافم. اینجا در واقع رج 6 هست. پس من میام روی این قسمت، ببینید بک لوپ، این هر کدوم از این گندمیا، من میام این قسمت پشت رو میگیرم و به این حالت یک پایه کوتاه میزنم. پس در این رج بدون هیچ کم و زیادی فقط قسمت پشت بافته میشه. از بین این دوتا گندمی که اینجا داره، این قسمت پشت، این قسمت جلو، ما با این قسمت کاری نداریم، میایم اینجا و بک لوپ رو که به این شکل دیواره ما شکل میگیره و تا انتها به همین شکل رج 6مون تموم شد. خب به انتهای رج رسیدم، دیواره رو بافتم. حالا در این رج که رج 7 هست تا رج 18 من فقط روی هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. پس از رج 7 تا انتهای رج 18 به این حالت من فقط ساده بافی میکنم، یعنی روی هر کدوم از پایه ها فقط یک پایه کوتاه بافته میشه. پس تا انتها من به همین شکل اجرا میکنم. پس من تا پایان رج 18 به همین شکل میبافم. خب ببینید دوستان، از 7 تا 18 میشه 12 رج. پس اینجا میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. پس ما 12 رج بافتیم. میام حالا این قسمت، فقط در این رج من بست یا شلال میزنم، یعنی به این حالت میگیرم و از دونه قبلی ردش میکنم. دوباره میام داخل بعدی میگیرم و ردش میکنم. دوباره داخل بعدی میام ردش میکنم. داخل بعدی به این حالت ردش میکنم. تا انتها من به همین شکل میبافم. کار به این شکل در میاد. برای بافت ریشه یا قسمت خاکش من میام یه حلقه جادویی ایجاد میکنم، یک زنجیره میزنم بابت محکم کاری و داخل این حلقه جادویی رو من با 6 تا پایه کوتاه بر میکنم. دو، سه، چهار، پنج و شش. نخم رو میکشم، میام به این قسمت اول، بستم رو نمیزنم اینجا، از همینجا رج دو رو آغاز میکنم. میام داخل هر کدوم از پایه ها دوتا میبافم،
یعنی من افزایش دارم. یک و دو. داخل بعدی. یک و دو. داخل بعدی. یک و دو. تا انتها به همین صورت می بافم. من به انتهای رج رسیدم. برای آغاز رج سه در ابتدای کار یک پایه می بافم. مارکر رو میذارم که رجم گم نشه. داخل خونه بعدی دوتا می بافم. یک و دو. بعدی رو به صورت تکی. داخل خونه بعدی دوتا. دوباره به صورت تکی. خونه بعدی دوتا. یک دو. پس تا انتها به همین شکل می بافم. من به انتهای رج رسیدم. اینجا باید با دوتا پایه کوتاه کارمون تموم بشه. میام برای آغاز رج بعد. این بار دوتا می بافم. یک و دو. در پایه بعد دوتا می بافم. یعنی افزایش داریم. پس دوتا رو به صورت تک می بافم. و بعدی افزایش. تا انتها به همین شکل می بافم. برای رج بعد این بار سه تا می بافم. یک. دو. و سه. در بعدی افزایش داریم، یعنی دوتا می بافم. بعدی سه تا به صورت تکی. در بعدی دوتا. یک و دو. پس تا انتها به همین شکل می بافم. خب ببینید عزیزان، من تا انتها بافتم. با دوتا افزایش در یک پایه کارم تموم شد. ببینید من الان پنج رج بافتم. یک دو سه چهار پنج. از رج شش تا انتهای رج یازده ما فقط ساده بافی میکنیم، یعنی فقط پایه کوتاه میبافیم. تعداد پایه های ما سی تاست، پس فقط روی هر کدوم ما یک پایه کوتاه میزنیم. یعنی در واقع ساده بافی ما این سی تا پایه رو انجام میدیم. پس من میبافم از رج شیش تا انتهای رج یازده به همین شکل میبافم. خب من ساده بافی هامو انجام دادم. حالا در این رج میخوام کم کنم. پس میام سه تا میبافم به صورت تکی. یک دو و سه. سه تا تکی. دوتای بعدی میام کم میکنم به این حالت. میام دوباره سه تا رو به صورت تکی میبافم. یک دو و سه. دوتای بعدی رو به این حالت میگیرم و بعد با هم کم میکنم. تا انتها به همین شکل میبافم. در انتهای کار با کم کردن کار من تموم میشه. میام رج بعد این بار دوتا میبافم و بعد کم میکنم. یک دو. و حالا دوتای بعدی به این حالت میگیرم و بعد با هم یکی میکنم.
دوباره دوتای بعدی به صورت تک بافته میشه. دوتای بعدی یکی کردن یعنی کاهش و با هم یکی میکنم تا انتها به همین شکل میبافم. ببینید در آخر باز با یکی شدن. رج بعد این بار یه دونه میبافم و بعد کم میکنم. دوتا با هم گرفته میشه و کم میکنم. دوباره میرم بعدی یه دونه میبافم. بعدی با هم کم میشه تا انتها به همین شکل. خب ببینید دوستان، من داخلش رو با الیاف پر کردم. میام این قسمت دوباره کم کردن، این دفعه دیگه پشت سر هم دوتا دوتا میگیرم و با هم کم میکنم. اینجا هم مارکر رو میذارم. دوباره میام بعدی. دوتا رو با هم میگیرم و بعد یکی. دوباره داخل بعدی دوتا رو با هم میگیرم و بعد یکی. میام اینجا دوباره با هم یکی میکنم. میام اینجا دوباره با هم یکی. میام این قسمت. ببینید به آخر کار رسیدم. این رو هم در میارم و بعد این دوتا با هم یکی میکنم. ببینید اینجا الان 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا مون. این قسمت رو دیگه با سوزن انجام میدم. ببینید من یه مقداری از نخ رو کات کردم. حالا میام داخل هر کدوم به این حالت جمعش میکنم. دوباره میام این قسمت و جمعش میکنم. ببینید به این صورت جمع شد. میام از اینجا و از این قسمت درش میارم بیرون و بعد نخم رو کات میکنم. یه مقداری با دستم به شکل میدم. بریم برای بافت گلش. برای بافت این شکوفه های زیبا من از قلاب شماره 2.5 استفاده میکنم. خب در ابتدای کار میام یک گره میزنم و یک دو سه تا زنجیره میزنم. به جای حلقه جادویی من از 3 زنجیره استفاده میکنم و بعد این قسمت 1 بس میزنم. میام داخل این 3 زنجیره من 6 تا پایه کوتاه میزنم. پس این میشه اولین پایه کوتاه. میام اینجا هم چون میخوام دور بزنم یک مارکر میذارم. 1, 2, 3, 4, 5 و
6. میرسم به ابتدای رج. میام همینجا دوباره پایه کوتاه. سه رج باید به همین صورت پایه های کوتاه ببافم. دوباره میذارم اینجا. این یک. دو. سه. چهار. پنج. و شش. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میام به همین قسمت دوباره پایه کوتاه میزنم. این الان میشه سومین رجمون. از اینجا دوباره مارکر رو میذارم. این میشه یک، دو، سه، چهار، این پنج و آخری شش. به این حالت ششتا پایه کوتاهم رو بافتم در سومی رج. دیگه اینو لازم ندارم مارکر رو. میام داخل اولین پایه یک بست میزنم. حالا یک، دو، سه، چهار، پنج. پنج تا من زنجیره زدم. این اولی که دونه اولمونه هیچی، میام روی قسمت دومین زنجیره و پایه کوتاه میزنم. میام رو بعدی، در واقع باید چهار تا پایه کوتاه. این میشه دومی، این میشه سومی و این چهار. الان این رو بافتم، میام داخل. ببینید الان اینجا یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. میام داخل بعدی پای کوتاهم رو میزنم. دوباره اینجا یک، دو، سه، چهار، پنج. پنج تا زنجیره میزنم. این میشه اولیش، چون اولی رو رها میکنیم دونمونه. دو، سه و چهار. میام داخل بعدی و یک بست میزنم. باز همین کار رو تکرار میکنم. یک، دو، سه تا شیشتا پای کوتاه داشتیم، پس شیشتا به این حالت باید بافته بشه. خب ببینید عزیزان، من تا انتها بافتم، بستم رو زدم. میام اینجا یک تک زنجیره دیگه میزنم و نخم رو کات میکنم به این حالت و بعد پشت کار پنهان میکنم. این هم از قسمت جلوش به این حالت. از این یه چند تا من میبافم، بهتون میگم که چند تا من بافتم. یه چند تا میبافم و بعد برمیگردم. ببینید دوستان، من این سبد رو اومدم این سرج اومدم پایین، لب کار رو به این شکل تا زدم و کارم به این شکل در اومد. خب ببینید، من اول با رنگ کانوایی که میخوام برگ رو براش ببافم
از ابتدا با همین سیخهای چوبی یا حالا با مفتول میتونید این کار رو انجام بدید. اگر مفتولتون نازک هست، دو دور یا سه دور به اون میزانی که میخواین این گلبرگ ها رو روش انتقال بدید، به همون اندازه ببرید و بعد با کانوا و چسب همینجوری به این صورت دور بزنید و بچسبونید. و بعد در ابتدای کار یک گلبرگ، یعنی این رو گذاشتم، و بعد سه تا دور تا دورش رو پر کردم، اومدم پایین و اینجا من 1 2 3 4 4 در 13 تا من گلبرگ بافتم به این حالت. خب بریم که با هم برگش رو ببافیم. در ابتدای کار من باید 20 تا زنجیره بزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا 20. خب من 20 تا زنجیرم رو زدم، به اولی کاری ندارم، میام داخل بعدی و شروع میکنم به پایه کوتاه زدن. 19 تا پایه کوتاه میبافم. 19 کار رو برمیگردونم، میام حالا این سمت، دقیقا مثل این قسمت میام 19 تا پایه کوتاه سمت روبروش رو میبافم. به این ترتیب تا انتها این قسمت هم باید 19 تا داشته باشیم. 19 تام رو میبافم. خب این از رج 1مون. رج 2 هم دوباره به همین صورت میام، دوباره از این قسمت 19 تا میبافم. دوباره برمیگردم، بعد از اینکه این 19 تا رو بافتم، مثل همین رج اول میام این قسمت رو دوباره میبافم. رج 2 و 3 رو به همین ترتیب ببافید تا رج آخر که باز هم به همین ترتیب هست، فقط این قسمت مفتول باید بهش اضافه بکنیم. خب ببینید دوستان، من از این مفتول استفاده میکنم، شما میتونید نازکترش هم استفاده بکنید. من الان 3 رجم رو بافتم. ببینید 1 2 و 3. روی چهارومی یا مفتول رو میذارم. ببینید به این حالت این قسمت رو با این با هم به این حالت میبافم. یه مقداری سر مفتول رو هم نگه میدارم برای انتهای کار. دوباره ببینید به این صورت مفتول همین قسمت و نخ رو در میارم بیرون و میبافم. دوباره میام این قسمت به این شکل میگیرم و به همراه مفتول میبافم. چون به این حالت، به حالت شل و ول وای میسته، با مفتول شما راحت میتونید به برگتون شکل بدید. دور تا دور من به همین شکل
میبافم. میتونید انتهای مفتول رو هم بزرگ و کوچیک بکنید به این حالت. تا انتها من به همین شکل میبافم. ببینید دوستان، من تا انتها بافتم. میام این قسمت به اولین جایی که پای کوتاهم رو شروع کرده بودم بس میزنم. حالا به همون مقداری که میخوام مفتولم دور این قسمت بپیچه، ببینید این قسمت، این رو هم میارم میپیچونم، میذارم این قسمت و بعد به همین صورت دورشون رو با چسب اول میزنم و بعد نخ رو داخلش میپیچونم و بعد داخل این قسمت خاکش میذارم و اینکه کار ما دیگه آماده میشه. خب عزیزان، امیدوارم که این آموزش مورد پسندتون واقع شده باشه. قبل از ترک کانال لایک و کامنت فراموش نشه. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.